دو سایزم اینی آقای جوان جمیل قادری است. من یقین دارم اقتداد زیاد شما میشناسین، او قدر ضرور نیست که ما حال بگیرم برای شما معرفی کنم. اینا از طریق یوتیوب و احتمالا فیسبوک برنامه های از خود بیرون میتن در رابطه با اوضاع و احوال کشور ما. یک آدم با اخلاق و در چوکات اخلاق و ادب و معیارهای خوب برنامه هایشان بیرون میه. یعنی ما میبینم که نام خدا بیننده هایشان هم روز تا روز زیاد شده میره. البته در جامعه افغانی با مجرد که یک کمک برنامه هایت سازنده شود باید انتقادات در خود داشته باشه و با مجرد که انتقاد میکنی اکتیاد برالایت میشن، چون در جامعه که 40 سال مکتب نیسته فرهنگ شکسته شده. این یک چیز بیخی طبیعی است و ما همگی ما برامی مبارزه میکنیم که همی شرایط تغییر بتیم. آقای جمیل یکی دو سه چهار بار در مورد ما برنامه داشته یا تذکرات در برنامه های خود داشته، منفی و مثبت، که ما سپاس میکنم که شما وقت دادین به خود که در مورد ما چیز منفی یا مثبت بگوین. این یک چیز طبیعی است را کل ما باید یاد بگیریم که وقت ما آزادی بیان میگیم باید اجازه بدیم که مردم ما گپ بزنن و کلگی ما در چوکات اخلاق و ادب. البته ما یکان دفعه میگم که آینه هم تو را برنگ که توی جلوه میدهم در بعض موارد با استفاده از آزادی بیان کسایی را با مو چیزی که هست یا با مو کاغذ تشنابه که هست معرفی میکنیم. او به ایمانا نیست که ما بر گلوی آزادی بیان پای میگذاریم. چرا یکان دفعه مجبور میشی؟ دیگر راه وجود نداره. خب اونا قار میشن، خیره. اما در اکثریت موارد ما یک معیار، یک استاندارد در اینجا باید با وجود بیاریم که چی چیزها را بگوییم، چی چیزها را نگوییم، چی چیزها را کلگی ما به خود اجازه بدیم، چی چیزها را ضرور است که باید بگوییم، چی چیزها را نه. از این خاطر انتقادات آقای جمیل قادری روی چشم ما بوده و ما هیچ وقت یا شاید یکی دو باره که ما هم تبصره کردیم، شما میتونین پرسان کنین یک کلمه که خراش کننده بوده باشه نگفتیم، در مورد گپ زدیم، روشنی انداختیم، از این پیش نرفتیم. البته آقای جمیل قادری تنها نیست، آقای خالق است، یک تعداد هموطنهایی که ما باید آیسته آیسته در مورد از اونا گپ بزنم، حداقل عکسشان رو بمانم تشکری کنم و ما میبینم که ای صف پاک کاری شده میره. یک تعداد آدم های هوشیار با اخلاق پیش آمده میرن، یک تعداد بد اخلاق ها یا بی معلومات ها کم کم اوسو میرن و ای صف پاک کاری شده میره. بل آقای جمیل قادری در امی دو سه روز چهار روز، البته در پیش ما مترکایی است، شاید هم وقتر بوده باشه، در یک برنامه یک خواهر تاجکستانی ما را در کابل در برنامه ماندن و با ما گفتن که آقای ار خودت که تاجکستان رفتی امینا با خودت چه انسانیت کردن. پس برای شما دین از فرض است که برای برادران تاجکی ما، برای خواهران تاجکستانی ما ثابت بسازن که یک خواهر و یا برادری که ازشان جدا شده، که برادر خواهر ما همچنان میشه، ما فرق بین انسانیت نداریم، تاجیکی هستن، آمدن به افغانستان، 29 سال میشن که دولت خبیث و رذیل ما برشان هیچ کدام کمکی نکرده، در حالی که تمام کشورهای دنیا از دست ما افغانا در بدر شدن، بحران مهاجرت که اینقدر که ما بر دولتهای خارج فشار آوردیم هیچ کسی ناورد. اگر میخواین که نامکشی هم شوه، قدر و عزت هم شوه، سر ما هم پیش مردم بلند شوه، اینم یک خانواده را کمک کنین، یک 20,000 دلار، 25,000 دلار در مقابل در یک گوشش برشان یک بلاک بخرین. اینی خواهر ما که تا از تاجکستان در افغانستان 29 سال زندگی کرده و ببینین فلاکت زندگی ازیره از زبان
آقای جمیل قادری. خسته شده میخوام منم انسان باشه مثل انسان زندگی کنم. به خاطر سختی های 29 سال پناهجویی در افغانستان اشک می‌ریزد. من خیرات بخ. 6 سال می شود که این خانواده تاجیکستانی در این اتاق کوچک در هتلی در گوشه ای از شهر کابل زندگی می کنند. این خواهر ما که احتمالاً شوهرشان از مخالفین امام علی رحمان که رئیس جمهور فعلی تاجیکستان است بوده، 30 سال یا 29 سال قبل اینا در افغانستان آمدن که علیه حکومت تاجیکستان می جنگیدن و اینا در امیجا ماندن. اگرچه سال شد بین از این گروپا که باید اینا دوباره می رفتن به وطن خود، اما حتمی شوهرشان از آدم های بسیار افراطی علیه حکومت بوده، گفته من نمیرم، من اصلا تاجیکستان نمیرم تا اینا هستن. و فکر میکردن که یک سال، دو سال، پنج سال، ده سال، اما 29 سال شده که اینا در افغانستان ماندن. هنوز مهاجر هستن و یک زندگی پرفلاکت را به پیش میبرن. سعی کنین. خسته شده میخوام منم انسان باشه مثل انسان زندگی کنم. به خاطر سختی های 29 سال پناهجویی در افغانستان اشک میریزن. من خیرات بخ. 6 سال می شود که این خانواده تاجیکستانی در این اتاق کوچک در هتلی در گوشه ای از شهر کابل زندگی می کنند. مثل یک بندی هستم. فعلا ما آشپزخانه نداریم، تشنام نداریم، همه چیز ما عمومیه. قطی مردا از برای خدا همه اینا خیرات ده. تا کالای جانم خیرات. تمام زندگیم میگه از خیرات است. خو از یک نگاه خواهر عزیزم، شما که برای ایجاد یک حکومت اسلامی مبارزه می کردین، اسلام خیرات است؟ یک مسلمان نباید ناراض باشه از خیرات. اسلام همی تعداب اقتصادیش است. معتبر خیرات بته به غریب و تو در شهر غریب استی. اینمی سیستم اسلامی است. یک مسلمان که توانمند است باید خیرات بته، از او شکایت نکنه، و یک آدمی که دستش دراز است از گرفتن خیرات باید آر نداشته باشه. شما به اینمی اساس در تاجیکستان یک حکومت می ساختین، حکومت اسلامی. پیش میریم. خسته شده میخوام منم انسان باشه مثل انسان زندگی کنم. 6 سال می شود که این خانواده تاجیکستانی در این اتاق کوچک در هتلی در گوشه ای از شهر کابل زندگی می کنند. از این 29 سال 6 سال آخره انوزم به حیث یک مهاجر در یک اتاق کوچک از یک هتل که حتمی یک نفر خیرات داده شه دمیج زندگی می کنه، که بازم با مقایسه زندگی 90% افغانا بازم یک زندگی خوبه، چون در یک مملکت هستی که 80%، 70%، حداقل 50% مردم خود افغانستان در درون افغانستان مهاجره. از هلمند رفتن نمیتونه، در یک گوشه کابل خیمه زده، یکی دیگه از جلال آباد از در گوشه شمالی خیمه زده، یکی در اوجه، یکی در اوجه. یعنی ما در مملکت خود مهاجر هستیم. مثل یک بندی هستم. فعلا ما آشپزخونه نداریم، تشنام نداریم، همه چیز ما عمومیه. قطی مردا از برای خدا همه امینا خیرات ده، تا کالای جانم خیرات. میگه ما امیال آشپزخونه نداریم چون در هتل هستن، همون جایی که آشپزخونه است باید کت مردا یک جایی برن استفاده کنن، و اینا که یک حکومت اسلامی میخواستن، یکی از واییست که خانم از آقا جدا. اما یه خو یک زندگی 29 سال دیگه جدا شه، یه خو نمیتونه که از یاد جدا باشه، و دیگه بنیه اقتصادیش کاملا شکسته است. بنان ایمیره با مردها و ازی شکایت میکنه و ببینه نزیش چی میگه. برای خدا همه امینو خیراته، تا کالای جانم خیراته. تمام چیزایی که ما داریم خیراته، تا کالای جانم. بدل یک بیت بسیار زیبا داره، میگه هیچ کس را در محبت ننگ همچشمی مباد، در هوایت هر که گیریت دیدم تر می شود. اما در قسمت ماوی خانم، ما دو تا مهاجر هستیم
او میگه دا عاشقی ننگ محبت باید نباشه. او را که من دوست دارم تو دوست داری، برای از او که تو گریه میکنی ما هم گریه میکنم، در ایجا حسادت نیست، ما عشق ما یکیست، تو که گریه کنی ما هم گریه میکنم، و تو که از مهاجرت درد میکشی ما هم درد میکشم. یعنی درد تو را من در سلول سلول بدن خود اس میکنم. خواهر عزیزم، ولی ما برات بگویم، تو یک مملکت داری که میتونی بری زندگی کنی. حافظ میگه، میگه غم غریبی و غربت چوبر نمیتابم، به شهر خود روم و شهریار خود باشم. غم غریبی و غربت چوبر نمیتابم، میگه چون که من غم غربت و مهاجرت کشیده نمیتانم، دور از وطن و مردم خود نمیتانم، پس میرم در شهر خود و شهریار خود باشم. خواهر عزیزم، تاجیکستان یک مملکت آرام است، تو میتونی پس بری، شوهرتان هم میتونه پس بره. ما منعیس یک برادرت از افغانستان دو کار برات میتونم، مصرفت هم میتونم که از افغانستان بری تاجیکستان، شش ماه مصرفت هم از جیب خود میتونم، در اموجه برات خانه میگیرم تا که شما جای یک جایگاه پیدا بکنین. ای یک چیز. و چیز دومه که میتانم، میایم اینما تا دست گرفته از سرعت میگیرمت، میبرم تا در پیش کلانای تاجکستان، زمانت تا میکنم که هیچ کس به کار تو غرض نداشته باشه. تو یک رئیس جمهور مهربان داری، یک رئیس جمهوری که مملکت تان آباد کرد. 29 سال پیش اگر نمیفهمیدی، 29 سال بعد خب میبینی که تاجکستان آرامه. چرا در ایجشتی؟ فکر کن که ما بیایم در افغانستان برای تو کمک کنم، به تو چی میشه؟ سعی کنین آقای جمیل قادری چی میگن. اگر میخواین که نامکشی هم شوه، قدر و عزت هم شوه، سر ما هم پیش مردم بلند شوه، اینم یک خانواده را کمک کنین. یک 20,000 دلار، 25,000 دلار در مقابل در یک گوشش برشان یک بلاک بخرین. میگم ایجا یک 25-30,000 دلار مصرف داره برای مینا یک اپارتمان بگیریم که در موجه آرام زندگی کنن. آقای جمیل قادری، ما سپاس میکنم قلب پاک و احساس مهربان شما را، اما سعی کنین آقای جمیل، فکر کنین که ما به می یک اپارتمان گرفتیم، سبا طالب می چی زندگی می داشته باشه؟ در این حاله که کل از این وطن میگروزه، ما یه بیچاره را بگیرم یک اپارتمان، همون پیسان میره، اپارتمان هم میره، شاید کشتام شوه. حالا بعد از 29 سال که یا فکر میکردن که حکومت اسلامی میسازن، حالا دیگه باید قبول کنن که نه، ما باختیم، ما راست نبودیم، میریم دوباره مطابق قانون مملکت خود در مملکت خود شهریار خود میباشیم. ما خواهر عزیزم، قصد سرزنش خودت ندارم، یک زن مظلوم و بیچاره هستی و ما متاسف هستم که در افغانستان یک زندگی خراب داری، اما ببین دور و پیشت همگی گداییگر است، هیچ کس هیچ چیز نداره، زندگیت مسئولیت هم نداره، امروز میتونه یک بم یک انتحاری تو را بکشه. چرا تو دمی حالت بگیری خودت؟ و بازم قصد سرزنش خودت یا شوهرت ندارم، اما ما خوشحال هستم که شما موفق نشدین در تاجکستان یک حکومت اسلامی جور نکردین، به خاطر که انگلیس ها میخواست که عین حکومت طالب در تاجکستان بسازن. امروز مملکت شما ویرانتر از مملکت ما میبود. شکر خدا که شما موفق نشدین. عالمو حکومت اسلامی که می ساختی، اساس اسلامی نمی خیرات است،
و خودت سعی کو چی میگی؟ برای خدا همه امینو خیرات تا کالای جانم خیرات. حتی کالای جانم از خیرات است. هیچ چیز ما از خود ندارم. اینمی حکومت تاجکستان می بود. در تاجکستان شاید شما مثل طالبان می داشتین. اما مردم تاجکستان در وطن خود مهاجر می بودن. اینمی کارم برات می تانم که مصارفت بتم. خانه برات تاجکستان می گیرم برای 6 ماه. مصارف نانت می تانم. حکومت دارین. عتمی که برای شما یک کار می تان. یک زندگی پیدا می کنین. و یک رئیس جمهور بسیار خوب دارین. حضرین گرامی، من علی قلوب نوروزه، زاده ناحیه اشکاشمی ولایت مختار کوهستانی بدخشان، ختم کرده بخش بکلاوری دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان با دیپلم درجه اعلی، عین زمان ماگستری کورس یک همین دانشگاه، اینچنین همچون یووری برنامه ها در نمایندگی بانک عمومی جهانی در جمهوری تاجیکستان کار میکنم. احسان انا که همینجا گفت از زمان چند باش میگیری؟ 400 دلار. 400 دلار، 2400 سومانی، قریب برای باری وزیر. ولی بسیار جای تأسف است که هنوزم خودت نمیری. اگر از این ترس نمیری که مورد پیگرد قرار نگیرین، ایره ما برات ضمانت میکنم. دست تا گرفتم میبرم دونموجه خانه میگیرم، نظارت میکنم که به شما صدمه نرسن. البته ما تا در سفر که تاجکستان کردم، وقتی که آمدم یک برنامه سر یک دستگاه برقشان به نام راغون داشتم و یک تعداد از رهبرای تاجک که مخالف حکومت تاجکستان است و در اروپا زندگی میکنن یا قار شدن، مرا انتقاد کردن، گفتن تو نمیفهمی که امام علی چی یک دکتاتور است، تو از او پشتیبانی میکنی؟ من رفتم تاجکستان و چشم دیدم. خب یا اتو فکر کنیم که امام علی در تاجکستان اجازه نمیده که مسجد دستگاه تربیه انتحاری ها باشه مثل طالبا. مدعی چک چک میکنم. آقای امام علی، اگر خودت در تاجکستان نمی بودی، اگر مردم فامیده تاجکستان استاد نمی شد، اگر جلوگیری نمی کردین، امروز یک حکومت طالبا در افغانستان در تاجکستان می بود و انتحاری پشت انتحاری و جنگ شما با ازبکستان و قرقزستان و بایی و به طرف روسیه شما سوق داده می شدین. من خیلی خوشحال هستم که شما هوشیارانه استاد شدین، از این جلوگیری کردین. همی رهبرایی که سر ما قار شده بود، این عکسایشان هم میمانم. البته دوستای عزیز تاجکم، ما تاجک ها را دوست دارم و هیچ وجه قصد توهین شما را ندارم که شما فکر کنین که ما بر علیه شما، اما شما منعیس رهبرای از همی جنبش که مخالف حکومت تاجکستان هستین، شما بگوین اینمی یک نفر مهم شما بوده شاور ازی. شما اروپا رفتین، این نرفت، گفتم یه افغانستان می باشم که جنگ کنیم حکومت از خود بتیم. این همو اساس از حکومت اسلامی می بود. اما این سعی کنین خانمش چی میگه؟ کالای جان ما خیرات، از خیرات آر باید نداشته باشیم منعیس مسلمان. اینمی هست اسلام، خیرات برای غریب. این حاله شما رهبرای معظمه که سر ما قار شده بودین که چرا ما امام علی دکتاتور پشتیبانی میکنم. دکتاتوری در هر جای دنیا است، اما بر علیه کی و به نفع کی؟ دکتاتوری که در تاجکستان اگر است، به نفع مردم تاجکستان جلوگیری میکنه از اونو حرکات افراطی که دیجست در تاجکستان. مسجد است، نماز است. ما بسیار خانم ها را دیدم با چادر نماز. از اینی چادر نماز ها نبود. این خوب بود که نبود. چون در اسلام هم نیست. شما که رهبرای اسلامیستین، اگر در این باره کتن بحث میکنین، مثل ملای افغانستان هم رایتان بحث میکنم. هر کدامتان که میاین بحث سیاسی هم میکنین، کتن شما ما بحث سیاسی هم میکنم که اگر شما قدرت هم میگرفتین، حکومت تاجکستان حکومت افغانستان واره میبود.
وقت از این تنها نیست که خواهرم عزیز ما دوباره تاجکستان بره، شوهرش بره، شهریار خود باشه، بلکه شما هم اگر در امو حالت هستین دوباره برگردین. هموطنهای عزیزتان بر علیه حکومت تحریک نکنین. پلانهای انگلیس که تسخیر کشورها و چورانداختن موادشان است عملی نسازین. شاید شما اگر کارشان شوین یک چند روپیه براتان بده که برین جنگ کنین. اما اونو مسعود، احمد شاه مسعود در افغانستان یک آدم هوشیار بود، برهان الدین ربانی یک آدم هوشیار بود. هم نظر شما از نقطه نظر دینی بود، اما از نقطه نظر سیاسی فهمیده بود بعد از 20 سال جنگ که سر تاجکستان چیمه. و همین خاطر بود که شما را یک جای کرد با آقای امام علی که بره مملکتتان سال کنین، و اتحاد رهبرهای شما رفتن تا امروز در موجه زندگی میکنن. بنان وطن خدا افغانستان جور نکنین، سر ما قار نشین. ما 40 سال پیش چشم خود دیدم که ما چطور آتش گرفتیم، ما چطور شعله‌ور شدیم، ما چطور خاکستر شدیم. یک اعلان کنین برای طرفدارایتان که هر کسی که تاجکستان میره بره، حکومت خوب است در تاجکستان. وطنتان چوب دیگدان دسایس انگلیس نسازین. دیگدان ما موجایی را میگیم که چوب میمانین و دیگ در سرش میپزین، اونو چوبا را در میتن. یعنی شما چوب دیگدان آرزوهای انگلیس در وطن خود نشین. بازم براتان میگم هر کدامتان بحث اسلامی میکنین، بیاین کتتان بحث اسلامی میکنم. بحث سیاسی میکنین، کتتان بحث سیاسی میکنم. که با خدا اگه تاجکستان میرفتین، تاجکستان بدتر از افغانستان نمیاله می بود. اما بازم خواهر عزیزم تاج و نسا، باور کن که دلم برات مشکنه. یعنی من حاضر هستم که خودت تاجکستان ببرم، مصرفت بتم، دیگه زندگی به خیرات نکو، به شهر خود برو و شهریار خود باش.